مورد دیدم برای اینکه این کباب اصلش رو بخوره تا خود تاقبستان رفته خورده برگشته تهرون. سلام، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. امروز یک کباب داریم امضای کرمانشاه تاقبستان، یعنی هر کی رفته کرمانشاه این کبابو اگر نخورده باشه نصف عمرش به فناست. کباب دنده کرمانشاهی مواد اولیه‌اش خیلی راحته، یعنی چند قلم ساده است، ولی آماده سازیش کار سختیه که من امروز آماده سازیشو کامل بهتون یاد میدم. تو خونه اینو درست بکنید، حالشو ببرید. واقعا یعنی یک کباب بی‌نظیر از نظرتم. بریم تو کار درست کردنش. مهمترین قسمت توی درست کردن کباب دنده کرمانشاهی انتخاب گوشتشه که 100% گوسفند استفاده کنید، اصلا با گوساله خرابش نکنید. نسبتش هم 70% گوشت دنده یا همون قلوگاه گوسفند هستش، به 30% یا رون یا سردست، از جفتش میتونید استفاده کنید. از این قسمت وسط 3 تا دنده هم اندازه هم تقریبا 12 سانتی جدا میکنیم میذاریم کنار. برای پاک کردن باقیش هم به این شکل با نوک چاقو تیز باشه چاقو، کنار دنده ها رو یه برش بزنید، بعد از این سمت شروع میکنیم به خالی کردن زیر دنده، اینجوری کامل جدا میشه. خب اینم از این. با استفاده از ساتور دیگه میریم تو کارش. اگر نمیخواین ساتور استفاده کنید، یه دفعه با دنده نخودی اینو چرخش بکنید، بعد از اون چند تا چاقو بهش بخوره براش کافی هستش. یه مقدار که از ساتوری کردنش گذشت، تقریبا به همین اندازه یه دونه پیاز متوسط و تقریبا نصفشو به صورت خلالی خورد میکنیم، بهش اضافه میکنیم. اصلا هم احتیاجی نیستش که آبشو بگیرید یا اینکه اصلا رندش کنید. شما اگر با چرخ گوشت اینو نخودی چرخش کردین، پیازتون رو یه مقداری ریزتر بکنید، مرحله آخر بهش اضافه کنید و یه کاردی تمومه. برای ادویه‌اش هم چیز خاصی نداره. نمک به ازای هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده 3 قاشق چایخوری لازم داریم. اگر کمتر بود دیگه خودتون عیارش بکنید. فلفل سیاه هم تقریبا 9 قاشق چایخوری بهش بیشتر نمیزنم. این آماده است از نظر ساتوری کردن و چسبندگی و همه چی. این الان یه گوشت اوکیه. با حرکت ساتور به این شکل پهنش بکنید، این قسمت رو صافش بکنید، دنده ها رو به این شکل برش میزنم، دنده ها رو 3 سانت از یه طرف جدا میکنیم، از زیر دنده از وسط گوشت عبور میدیم. حالا برای اینکه این دنده رو بذاریم زیر گوشت، یه چاقو رو برمیداریم، بلند میکنیم، این میره زیرش، تمام. با چاقو این کناره هاشو صاف کنید. بعد از اون یا 3 سیخ یا 4 سیخ از زیرش عبور میدیم. احتمالاً کار ما به 4 سیخ کشیده میشه. اینم از این. آخر کار با چاقوی خورده کاردیش میکنیم، این کناره ها رو صاف میکنیم که دیگه تا بیخ سیخ بیاد. بعد از اونم دیگه این میشه کباب اصل کرمانشاهی، همون تاقبستانی با سیخ کوبیده. حالا جدیدنا دارن با توری هم درستش میکنن، اونم اشکال نداره. سیخ جوجه پایین همه به ترتیب اینجوری جمع بکنید که تو دست بتونید بلندش بکنید. برای سسش یه مقدار نمک میریزیم، یه مقدار فلفل سیاه، کره. ببینید اصلش ربع گوجه فرنگی رو داره، ولی من نمیخوام زیاد بزنم، همینقدر براش کافی هستش. در نهایت هم آب یه نصف لیمو رو بهش اضافه میکنیم. تو همین کباب که داریم میپزیم میذاریم کنارش، با فرچه آخرش باید بزنیم روش. امان از اون روز که زغال رو به منم میندازن اینجا. این چه زغالی آخه؟ اینو ملایم بادش بزنید، حرارتش نباید کم باشه، باید حرارتش زیاد باشه. یه طرفشو باید کامل بپزیم بعد برگردونیم که نریزه. این سس باید حتما قلقل بکنه، طعم خامی رو به گوجهش از بین بره. تقریبا همین حالت 5 دقیقه بمونه براش خوبه. یه طرف که کامل پخت، برای اینکه مطمئن بشیم دیگه اتفاقی براش نمیفته و برنمیگرده، 3 تا سیخ اینجوری بزنین روش.
درش کرده، رو همون سیخا میمونه. مطمئن شدین یه طرفش پخت، برگردونین سیخ کمکی ها رو بردارین. این دیگه الان باید سس بخوره و سرو بشه. راحت اینجا رو ببین چی شده. نگم براتون دیگه، نگم. آخ 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 جدا میشه دیگه الان. آره که جدا میشه. فقط بافتشو ببین. آخ 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 عجیب چیزیست، عجیب چیزیست.